با این حال ناتو هم گفته است که در حال رایزنی در مورد افزایش نیروهای در افغانستان است تا نیروهای افغان را در جنگ علیه جنگجویان مسلح یاری کند. نیروهای افغان در جریان امسال در کنار تهدیدهای رو به افزایش طالبان با چالش‌های امنیتی از جانب گروه داعش که عمدتاً در شرق افغانستان حضور دارد روبرو است. ایالات متحده آمریکا به نیروهای افغان امید بخشیده که داعش را تا پایان سال 2017 نابود خواهد کرد. در این میان عتیق الله مرخل جنرال پیشین اردوی افغانستان و کارشناس مسائل نظامی گفت که در هم کوبیدن جنگجویان داعش در افغانستان و وقت بیشتر نیاز خواهد داشت. همین جایی که سرحد افغانستان با پاکستان است، اینجا راههایی است که نه حکومت افغانستان آنقدر نفوذ دارد و نه هم پاکستان. دولت افغانستان بر تمام افغانستان مسلط نیست، بناً تعقیب کردن جنگهایی که تروریستی و چریکیز در این مناطق کوهستانی اطراف خط دیورن کار آسان نیست و یک مسئله می تواند واقعا موفقیت‌آمیز باشد که اگر اینها نیروهای بین المللی مراکز عمده و اساسی جنگجویان را در پاکستان خوش کنند و از بین ببرند. هرچند مقام‌های پاکستانی میگویند داعش در خاک این کشور حضور ندارند، ولی به تازگی رویتر گزارش داد که جنگجویان داعش یک مقام ارشد طالبان به نام مولوی محمد داود را در شهر پشاور در یک تیراندازی ترور کردند. در این میان یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان گفته است که برای نابودی کامل جنگجویان داعش در افغانستان باید منابع تمویلشان خشکانده شود. اگر اینها در مازرای کلی قرار بگیرند و ارتباطشان با بیرونی ها و حامیانشان که در بیرون از مرزهای افغانستان است قطع شود، اینها از بین می روند و سرکوب می شوند. تا وقتی که برایشان صلاح برسد، اعاشه و اباطه شوند، فکر می کنم که اینها می توانند ساحات دیگر را نیز زیر تهدیدشان بیاورند و نفوذشان را بیشتر بسازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در همشکستن گروه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی اسلامگرا را در صدر پالیسی خارجی خود قرار داده است.